با سلام به همه همراهان کانال دوچ پرزیش تیوی با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم امروز از ویدیوهای کاربردی آلمانی خب امروز میخوایم با هم دیگه تمام کلمات و جملاتی که در ارتباط با بانک رفتن هست حساب باز کردن پول ریختن برداشت کردن و کلا تمام مواردی که به آلمانی لازم است بدونید رو در ارتباط با کارهای بانکی با هم دیگه یاد بگیریم خب اول دی بانک خب به معنی بانک هستش ببینید همه کلمات رو ما با آرتیکلش یاد میگیریم دی بانک د گلد آوتومات به معنی دستگاه خودپرداز پول همین دستگاهی که شما کارتا رو میزنید توش پول میگیرید و میگن د گلد آوتومات دی ایتسی کارت به معنی همین کارت های بانکی هست که شما استفاده میکنید همون کارت هایی که تو روزمره باش خرید میکنید یا با استفاده از اون پول میکشید بیرون دی کارت به معنی کارت بانکی کردیت هستش که به طور مثال مستر کارت هست ویزا کارت هست و امریکن اکسپرس داس کنتو به معنی حساب بانکیه داس کنتو خب که شامل اینسل کنتو هست اینسل کنتو کنتویه که به نام یک نفره گمانشافت کنتو کنتهایی که حساب هایی که به نام چند نفره مثلا یک زن و شوهر با همدیگه یک حساب دارن به اون میگن گمانشافس کنتو به حساب جاری و همون حسابی که اکثر آدما تو بانک پول دارن که حالا حقوقشون میاد یا کمک هزینه های زندگیشون میاد میگن جیغو کنتو دی اوباوایزون به معنی پول واریز کردن هستش پول ریختن دی اوباوایزون دبتراگ به معنی و اون مبلغی هستش که میخواید شما بریزید خب به فرض اون فرمایی که هست فرمای او با وایزون که بسی پر بکنید حالا اکثرا اکثرا آدما هم خب همونطور که میدونید الان آنلاین انجام میدن یا با استفاده از گوشیشون ولی خب در همون چه تو موبایل بخواید او با وایزون انجام بدید چه توی بانک جلوی دبتراگ بسی مبلغ رو بنویسید دی کنتونوما به معنی حساب بانکی در از شماره حساب بانکی تونه منتها الان در آلمان دیگه کنتونوما زیاد استفاده نمیشه بلکه ایبان و بیک استفاده میشه ایبان همون عدد 16 رقمی هستش که رو کارتتون نوشته نوشته شده و در از اون الان برای پول ریختن یا پول دریافت کردن از کسی استفاده میشه یعنی برای شما برای او کردن ایبان و بیک که همون کد های مخصوص هست که برای بانکتون هست و تو اون فرما وارد میکنید یا اگر از کسی خواستید پول بگیرید یکی اسم صاحب کنتور رو شما بایستی بدید به طرف اسم صاحب حساب رو اسم خودتون رو و ایبانتون و بیک ایبان و بیک رو همونطور که ارز کردم روی کارت بانکیتون نوشته شده خب این سالن به معنی پول ریختن به حساب, به حساب خودتون هست خب مثلا شما میرید دم دستگاه دقت بکنید به فرض میرید تو این اتاق هایی که دستگاه گلد آوتومات هست روی بعضی از دستگاه ها نوشه این سالن او سالن یعنی شما تو این دستگاه ها هم میتونید پول تو حساب خودتون بریزید و او سالن هم به معنی پول کشیدن بیرون از حساب است یا پول برداشت کردن خب اینا کلماتی بودش که لازم بود بدونیم حالا میریم ببینیم که چه جملاتی لازم داریم خب ایش بین این در بانک یعنی من الان داخل بانک هستم میخواید یه حساب باز کنید خب میرین چی میگید؟ میگید ایش این کنتو ای افنن کنید دوستان ای افنن هستش افنن نیستش به تنهایی ایش این کنتو ای افنن. یعنی شما میخواید بر اولین بار برید یک حساب پیش یک بانکی باز کنید یک حساب جاری یک حساب بانکی بعد موقع میشین پیش طرف قطعا میگه که خب مدرک شناساییتون چیه شما میگید هی ایس ماین پاس و ماین آفنتالس یعنی شما هم پاسپورتتون رو نشون بدید و هم این کارت اقامتتون این کارت کوچیک های آفنتالس رو شما ارائه میدید که در از هویتتون مشخص بشه بعضی از حساب ها هستن که یه گبور یا همون کارمرز از حسابش کم میشه شما میتونید به فرض بپرسید که وی هوخ زیندی گبورن وی زیندی گبورن یعنی اینکه این کار که از حساب کم میشه چقدره به فرض ماهیانه چقدر کم میشه یا اگر وایزن انجام میشه یعنی شما پول میریزید آیا گبور یا هم کارمز ازش کم میشه و یا نه خب پس چی شد کنتو افنن به معنی باز کردن کنتو بود حالا شما تصور کنید تو خیابون هستید و حالا میخواید از یکی بپرسید که آیا این دوروبر دستگاه خودپردازه بانک هست؟ چی می‌پرسین؟ میگید گیبتس هیا اینده نه آینن گلد آوتومات گیبتس هیا اینده نه به معنی در همین دورووری گیبتس هیا اینده نه آینن گلد آوتومات یعنی این دوروور دستگاه پول پرداخت پول هست برای بانک خب حالا میخواید بگید که من میخوام پول به حسابم بریزم همتون که عرض کردم شما این کار رو هم میتونید دم دستگاه انجام دید ولی اون دستگاه هایی که روش نوشه این سالن و او سالن خب این سالن پول ریختن تو حساب بود خب حالا اگر نخواهید دستگاه انجام بدید و بخواید برید توی خود بانک این کار رو انجام بدید میرید اونجا نوبتتون شد میگید اشماشت گلد آف ماین کنتو این سالن اشماشت گلد آف ماین کنتو این سالن یعنی میخوام پول بریزم به حسابم حالا پول برداشت کردن چی میشه؟ ایشماشت گلد فون ماینم کنتو اپهبن ایشماشت گلد فون ماینم کونتو اپ هبن اپ هبن به معنی پولبرداشت کردن هستش خب البته در زبان آمیانه میگن ایشماش گلد هولن ایشمشت گلد هولن مثلا دوستتون دو میخاد بید بانک بش میی یهسته ثبک و من برم پول بکشم بیرون میشه ایشماشت گلد هولن ولی خب کلمه درستش گلد ابهبن هستش یعنی شما دم دستگاه اتومات موقعی که پول دریافت میکنید چه از اونی که حالا داره تو کارمند بانکش از اتومات میگید که ایشهب به گلد اب فلش جدا شدنیه یه چیز دیگه هم که از کنت آوسوگ کنت آسوگ در از اون تراکنش های مالیتون رو که پول به حسابتون اومده یا برداشت کردید و لیستش رو به شما میده و فرض میتونید برید بانک حالا اکثر آدم هم تو کردم دیگه الان دم, دم اون دستگاه اوتومات کنت آسوگشون هم میکشن ولی اگه میتونید هم داخل بگید ایش مشه دی کنتا یعنی میخوام این کنتا آسوگ و همین تراکنش های مالی رو در از شما بگیرم دریافت بکنم خب همونطور که عرض کردم پول از یه حساب به یه حساب دیگه ریختن یا پول شما بریزید به یه حساب دیگه یا یکی دیگه به حساب شما بریزه رو بهش میگن اوباوای زونگ فعلش چیه؟ überweisen. به طور مثال شما میگید ایش 100 ایرو überweisen. یعنی من میخوام 100 یورو پول بریزم به حساب یکی دیگه. بعد شما تصور بکنید که حالی یه جایی به یه دوستتون به فرض پول ریختید برای آشناییتون یا اینکه یه چیزی خریدید او انجام دادید پول برش ریختید حالا میخواید بپرسید که آیا گلد اومد پول رو دریافت کردید چی میپرسین؟ میگین که ایست دست گلد است ایست دست گلد یا انگکمن حبتی در زبان آمیانه معمولا اون تهش رو دیگه نمیگن ولی درستش اینه که کامل بگید ایست دست گلد یعنی پول پول رسید پول رو دریافت کردید خب حالا من میخوام بگم که من امروز 100 یورو میریزم به حساب به حساب بت یعنی نه که به حساب خودم به حساب خود ریختن این سالن میشه ولی به حساب یکی دیگه مثلا میخواید 100 یورو بفرستید برای یکی از دوستاتون میگه دیش 100 هویت هوندت اویغو ایش اوبوایز هویت هوندت اویغو یا ایش هویت فومسیش اویغو یا هر چیزی که خواستیم بریزید حالت پرفکتش چی میشه بخوایم راجع به گذشته بگیم میخوایم بگیم که من دیروز 100 یورو ریختم به حساب یا در از دیرو صد یورو من واریس کردم چی میگیم؟ میگیم ایش گستن به گستان هنداد اویغو اوبا ویزن. اوبا ویزن در از پارتیسیبای اوبا هستش که با هابن هم میاید یعنی پرفکتش هابن پلوس پارتیسیبای که اوبا هستش پس چی شد؟ ما بخواهم میگیم که دیرو صد یورو ریختم میشه ایش گستن به گستان هنداد حالا میخوام بگیم که من فردا 100 یورو میریزم به حساب خب میشه چی؟ ich werde morgen 100 euro überweisen یعنی من ورده در اینجا حالت آینده هست که من یه ویدیوی دیگه در ارتباط با فعل وردن تهیه خواهم کرد و به زودی در اختیارتون خواهم گذاشت برای آینده میگیم ich werde morgen 100 euro überweisen دیدین دوستان به همین راحتی شما در این درس یاد گرفتید که کلمات مهمی که در ارتباط یک در از تراکنش مالی هست چیه یاد گرفتیم که میخوایم یه حساب جدید باز کنیم چی جوری باستی بگیم یاد گرفتیم که پول ریختن به حساب پول برداشت کردن و گرفتن تراکنش مالی به چه شکل به آلمانی و همچنین یاد گرفتیم که چجوری میتونیم بگیم که من 100 یورو به فرد دیروز برات ریخته بودم صد یورو امروز برات میریزم و 100 یورو به طور مثال فردا به حسابت میریزم یعنی گذشته حال و آیندهش رو هم با همدیگه یاد گرفتیم خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و در زندگی روزمره بتونید ازش استفاده بکنید تا ویدیوهای بعد بدرود